از 80مین سالگرد حیدری وجودی، مشهور به نجر العرفا، شاعر، نویسنده و عرفانشناس کشور، امروز در هرات از سوی دفتر تیکای کشور ترکیه به همکاری دانشکده ادبیات پوهنتون هرات تجلیل به عمل آمد. مسئولان دفتر تیکا هدف از برگزاری این همایش را گرامی داشت و قدردانی از زحمات این شاعر بزرگ کلاسیک کشور عنوان می کنند. در همین حال شماره از شاعران و استادان پوهنتون ضمن استقبال از برگزاری این برنامه یاد بود از شعرای کشور را در زمان حیاتشان تاثیرگذار میخوانند و تاکید دارند که باید قدردانی شعرا و اهل قلم در زمان حیاتشان به یک فرهنگ تبدیل شود. همکارم جواد توانگر با گزارش در این مورد. امروز در هرات از 80مین سالگرد حیات شاعر، نویسنده و عرفانشناس کشور حیدری وجودی با حضور شعرا، استادان دانشگاه و اهل فرهنگ هرات تجلیل شد. دفتر تیکای ترکیه که برگزار کننده این همایش می باشد، هدف از راه‌اندازی آن را یاد بود از زحمات و پاسداری از جایگاه این شاعر کلاسیک کشور عنوان می کند. امسال خوشبختانه 80مین سالگرد تولد ایشان است. ما فکر کردیم که از این فرصت بزرگ استفاده کنیم و این تجلیل این تولد را در شهر باستانی هرات اجرا کنیم. شماری از بزرگان ادبیات هرات که سالیانی را در کنار این شاعر کشور گذراندند، از وی یک شاعر توانمند و چیره دست دنیای شعر و عرفان یاد می کنند. خود از اونام یک گنجینی از فهم و دانش و علم و ادبیات هستن، بخصوص در زمین عرفان که امروز اونا رو به نام نجم العرفا یاد میکنن. نرم خویی و مردم دوستی از دیگر خصوصیات این شاعر کلاسیک کشور است که شاعران هرات از آن یاد میکنند. در همین حال شماری از استادان پنزه ادبیات و پوهنتون هرات هم ضمن استقبال از برگزاری این همایش تاکید بر نهادینه شدن از تجلیل و یادبود نویسندگان و شعرای کشور در زمان حیاتشان دارند. طبیعتاً از جایی که ما در 80مین سال تولد یا زندگی محترم حیدری وجودی قرار داریم که انشاءالله امیدواریم خداوند عمر طولانی بیشتر برای از عنایت بفرمایه، خوبی خوشحالیم که حداقل این محفل در دوران حیات این شاعر برگزار میشه. دقیقاً مهمترین مسئله همینه که ما در زمان حیات شاعر و شخصیت‌های فکری خود از اونا استقبال کنیم، از اونا تجلیل به عمل بیاریم تا ای که این زمینه میسر بکنه برای شناخت بهتر جوانای ما. استاد حیدری وجودی که همکنون در کابل بسر میبرد و زادگاهش ولایت پنجشیر کشور است و بیش از 40 سال میشود که مسئول کتابخانه کابل میباشد و گفته میشود از وی چندین کتاب شعر و عرفان به چاپ رسیده است و از شهرت بالایی نه تنها در کشور بل در دیگر کشورهای همسایه بخصوص کشور ترکیه برخوردار میباشد.